بریم. خب من دو بود کسی خب من شیما اسفندیاری هستم، امروز نمایشگاه نقاشی دارم تو گالری ما 1390. مجموعه جدیدم اسم کارا هستش تاری، عنوان نمایشگاه که هم به معنی تار یا رشته است که توی یه سری از کارا دیده میشه و هم تاری، خود کلمه تاری که به معنی ابهام و گنگی و در واقع تاریکی، ابهام، گنگی و تاریکی توی یه سری از کارا این رشته ها دیده میشه که به هم معنی تاره و توی یه سری دیگه به خاطر اینکه اینا صورت ندارن، چشم ندارن و همه سردرگریبانن به خاطر ندیدن یه سری زیبایی ها، گذشته هاشون، به خاطر همین این عنوان انتخاب کردن. دوست داری آدم ها چشم نداشته باشن؟ نه، این به معنی این نیستش که چشم نداشته باشن، به معنیه که دید بصیرت ندارن، یعنی بینایی ندارن در واقع، یعنی بینایی واقعی ندارن. این مجموعه از نمایشگاه قبلیم شروع شده که در واقع سری بلوغ بود توی نمایشگاه قدیمم که یه سری آدمای قدیمی ترن که با عقاید پوسیده خرافی که دارن اینا رو منتقل میکنن، تو اون کار بیشتر مشخصه منتقل میکنن به نسل بعد از خودشون که بعد آخرین کار همین کاریه که اینجا میبینین که در واقع این گل‌هایی که توی این بدن این دختر جوان‌تر هست داره کم کم به این میره و تبدیل به نخ‌هایی میشه که صرف یک سری کارهای بیهوده میشه. پس شما تو کارات همه هدف داری؟ بله بله. ولی خب ترجیح میدم که هیچ متنی نوشته ای نذارم به خاطر اینکه خیلی یه جایی برای بیننده بذارم که خودش ببینه. عجیب. ولی خب ایده کارات یه خورده میخوره به حاشیه خلیج فارس تو این قسمت. بله تو این قسمت به خاطر اینکه مادرم جنوبی هستن، جنوبی آبادانی هستن و من تحت تاثیر یه سری عقایدی که خب از بچگی میشنیدم، داستانایی که تعریف میکردن توی اونا تاثیر گذاشته توی اون یه سری اون. ولی شما که مایه جنوب نیستی؟ نه من مایه جنوب نیستم. برده استفاده نکردی؟ نه هیچ وقت استفاده نکردم. ولی خب این قضیه چلکی دید که مال بخت گشاییه یا مثلا اسفند بود کردن که حالا به یه سیستم خاصی توی اونجا هستش برای رفع چشم و نظر قربونی و از اینجور چیزاست و از داستانایی که شنیدم استفاده کردم توی این کارا. ولی اصلا کاملا متفاوته کارای که توی نمایشگاه اخیرم دارم که بیشتر از نقوش فرش‌های ایرانی و نقوش باستانی و هندسی مثلا ماندالا یا فرمای حضوریشه که توی هم معماری باستانی هستش و اون نقوش المان‌های کوچیکی که می‌بینین توی کارا بیشتر فضاهایی که موتیوهایی که از توی فرش‌های ایرانی گرفتم ولی استلیزش کردم به طراحی خودم، یعنی خیلی سعی در خوشگل سازی یا مثلا نخواستم که حتما اون گل و مرغ یا اون چیزا رو خیلی زیبا بکشم، نه استلیزش کردم به فرم خطای خودم و فقط خواستم که اون چیزی که از گذشته داشتیم و تموم شده و اینقدر درگیر خودمون شدیم که نمیتونیم به اون اصلی و ذاتمون بپردازیم. ولی عجیبه تو اینا من مایه مثلا پیش از صفوی سلجوقی اینا میبینم. حالا من دقیقا با تاریخش آشنا نیستم ولی اینا رو من بیشتر از روی مینیاتورهای گذشته رو میبینم. بله بله بخاطر اینکه فرمای فرشا بود. توی فرشای قدیمی اینا رو در آوردم. بعد یه چیزی میخوام سوال کنم میتونی جواب ندی. تا چقدر با اعتقادای مردم همون جنوب، نه که تو کارات هست، خودت ایمان داری؟ تو این خودت تو کارات به طنز میگی؟ نه، اون کاری که اون برای رو به عنوان انتقاد به این که انجام دادن من انتقاد بود برای اینکه گفتم اون بهتونم گفتم یه سری عقاید پوسیده ای که مثلا اون خانمی که چلکیلیت داره بخت گشایی میکنه برای اون یکی، اینا چیزای خرافیه که به مرور هی سینه به سینه چرخیده و الان شاید تو یه سری از جاهای دور افتاده توی روستا هنوز این قضیه شاید حتی توی شهرها، من خیلی دقیق نمیدونم، ولی هنوز ادامه داره و من اینو به عنوان انتقاد مطرح کردم نه به عنوان یه چیز مثبت. یعنی کاری بودی اینا رو قدغن می‌کردی؟ نه قدغن نمی‌کردم ولی اعتقاد ندارم بهشون، بخاطر همین چشماشون رو بستم، بخاطر همین میگم بینایی واقعی ندارن، این اونی که اینجوری پوشیده شده نداره این حالتو. یعنی معتقدی که نداره؟ نه معتقدم که نداره. معتقدم که این... شما چی میگین خانم؟ چیو؟ معتقد این که نداره؟ نمیدونم شاید نداره. چی نداره آقای امیدوار؟ میگن نداره. چی نداره؟ خانم خیلی متشکرم، ان شاء الله موفق باشید. مرسی خیلی ممنون. بسیار خوبی بود. مرسی خیلی ممنون.
متشکرم. حالا شما چطور؟